کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه درباره راه‌های پیشبرد یک توافق احتمالی شامل آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها گفتگو کردند. این تماس تلفنی در پی سفر اخیر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به خاورمیانه صورت گرفت، سفری که روز سه‌شنبه بدون توافقی میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس بر سر آتش بس در غزه پایان پیدا کرد. برای جزئیات بیشتر همکارم فرهاد پولادی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. فرهاد، در ابتدا از اقدامات دیپلماتیک شخص رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن و آنتونی بلینکن وزیر خارجه‌اش طی 24 ساعت گذشته بگو. خب همونجوری هم که بخشش رو در مقدمه خبر بهش اشاره کردی، تماس تلفنی داشته جو بایدن با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو. دو محور کلی بودش بر پایه بنیه رسانه‌ای که کاخ سفید در اختیار خبرنگارا قرار داد. یکی اینی که حمایت تمام قد جو بایدن از اسرائیل در برابر تهدیدات جاری جمهوری اسلامی، چه خود جمهوری اسلامی ناشی از اون باشه، چه از گروه حزب الله لبنان و حماس و دیگر گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، مثلا حوثی‌های من، و بابت اینم آمریکا جو بایدن اعلام کردش که استقرار نیروهای نظامی در منطقه افزایش پیدا کرده، و دیگری مسئله ضرورت دستیابی به آتش بس هر چه زودتر و رفع موانع موجود. حالا وارد جزئیات اون موانع نشده، ولی عمدتا موانع اینها هستش که اسرائیل همچنان خواستار حضور نظامی در غزه هستش، به ویژه در نوار مرزی غزه با مصر که بهش میگن کریدور فیلادلفی. و دیگر مسئله‌ای که هستش این که برای آزادی گروگان ها اسرائیل خواستار آزادی تمامی گروگان ها هستش در همون مرحله اول، ولی حماس هنوز به اون تن نداده. و دیگری درباره تعریف آتش بس هستش که آتش بسی که مد نظر حماس هستش، یعنی پایین کلی درگیری، ولی اسرائیل میگه اگه ما به هدفامون نرسیدیم در این دستیابی به آتش بس، یعنی که همون نابودی حماسه، ما باید ادامه بدیم درگیریم همونو بعد از این آتش بس. دیگری آنتونی بلینکن با امیر قطر هم صحبت کرد. درسته که آنتونی بلینکن به قطر هم سفر کرده بود در کنار اسرائیل و مصر، ولی وقتی که به اونجا رسید امیر قطر اعلام کرده بودش که مریض هستش و ایشون رو نپذیرفته بود. وزیر خارجه قطر هم خارج از قطر حضور داشتش. آنتونی بلینکن با امیر قطر شیخ تمیم صحبت کردش، اونم دو محور داشتش، یکی مسئله دستیابی به آتش بس، میدونیم یکی از میان جیها قطر هستش در کنار مصر، و دیگری مسئله‌ای که در این بیانیه رسانه‌ای وزارت خارجه اعلام شد، دستیابی به آتش بس برای اینکه کاهش تنش در منطقه و اجازه ندن کسی در منطقه به تنش موجود بیشتر دامن بزنه. اسم کشور خاصی را هم نبردن. فرهاد، آمریکا برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها علاوه بر تلاش‌های دیپلماتیک، حضور نظامی خودش هم در منطقه تقویت کرده. تازه‌ترین‌ها در این زمینه چیه؟ خب دقیقاً همینطوره. امروز سنتکام اعلام کردش که در چارچوب همون دستورات رئیس جمهور آمریکا برای حمایت از منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه علیه تهدیدات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش، دومین ناوگروه ضربتی وارد منطقه سنتکام شدش. منطقه سنتکام منطقه هستش که جمهوری اسلامی را هم شامل میشه، ناو که به رهبری راو هواپیمابر ابراهام لینکن هستش. ناوگروه‌های ضربتی معمولاً از ناو هواپیمابر تشکیل میشن، رزم ناو دارن، دو تا ناو شکن هستن، یک ناوچه هستش، ناو تدارکاتی و معمولاً زیردریایی. قبلا هم آمریکا اعلام کرده بود که زیردریایی با سوخت هسته‌ای جورجیا رو به منطقه فرستاده که دارای یا مجهز هستش به موشک‌های هدایت شونده. این ناوگروه ضربتی که لینکن به ناوگروه ضربتی روزولت میپیونده که در منطقه عملیاتی هستش، و جمعاً اینها اونجوری که پنتاگون اعلام کردش 30,000 نیروی رزمی آمریکا هم اکنون در منطقه هستند، و این ناوهای هواپیمابر دارای هواپیمای جنگنده های فوق پیشرفته F-35، F-22 و F-18 هستند. آریان،